سلام، شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. موضوع امروز برنامه در پیوند به روز جهانی دانش آموز هست. شما هم اگر مشخصا در مورد دیدگاه، پرسش و یا هم نقد و نظر دارین، همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین و مشخصا در مورد موضوع امروز برنامه صحبت کنین. خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقعیت مناسب را اختیار کنین. بیشتر بینندای ما تماس میگیرن ولی به دلیل از اینکه موقعیت مناسب را اختیار نمیکنن، همکاران بخش تکنیکی ما با استدیو وصل نمیسازن. پس ما همیشه در آغاز برنامه گفتیم زمانی که تماس میگیرین در نخست موقعیت مناسب را اختیار کنین و هنگام صحبت کردن صدای مرا از طریق تلویزیون نه از طریق تلفن داشته باشین تا ای که صدای شما را ما همچنان به گونه مناسب داشته باشیم و پرسشتان را یا هم دیدگاه دارین را با خود داشته باشیم. و برای بحث بیشتر در همین مورد و در مورد همین موضوع آقای سید مصطفی مرتضوی در خط اسکایپ با ما هستند. بیشتر روی مورد بحث میکنیم، تعریف روز جهانی دانش آموز چه هست، ارزش تعلیم و تحصیل چه هست، همین گونه حالا در افغانستان موضوعاتی که هست روی ازی همچنان بحث میکنیم. شما هم اگر دیدگاهی دارین همین حالا به شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین و مشخصا در مورد صحبت کنین. شما بیشتر میدانین که ما در روزهای مختلف موضوعات مختلف را در برنامه انتخاب میکنیم و همچنان مسئولان را میداشته باشیم تا ای که در مورد پرسش هایی که شما همراه ما شریک میسازین همچنان دیدگاه اونا را داشته باشیم و تلاش میکنیم تا در روزهای آینده از وزارت معارف هم نماینده یا هم مسئول داشته باشیم در استودیو تا ای که حضور پیدا کنن و در مورد صحبت کنن. و در گذشته چند باری که با تماس شدیم یا هم خواستیم تا در برنامه حضور داشته باشن متاسفانه شرکت نکردن به دلیل های مختلف، اما از این پس هم ما تلاش میکنیم تا از نهادهای تعلیمی و تحصیلی در استدیو مهمان و مسئول را داشته باشیم. بیشتر بینندای ما روی همین مورد زیاد پرسش دارن یا هم پیام میگذارن، دیدگاه و نقد و نظر دارن که حتما همراهشان با مسئولانی که اینجا حضور پیدا میکنن شریک میسازیم تا ای که پاسخشان را در مورد داشته باشیم. و آقای مرتضوی هم در خط اسکایپ هستن با ما. سلام با شما مرتضوی صاحب، مشخصا دیدگاه شما یا هم تعریف شما از روز جهانی دانش آموز چه هست؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. هم خود سلام و ادب دارم خدمت شما در کار خدمت بیننده های عزیز برنامه تلویزیون جهانی وزین یک. خب یقینا که این روز یا در مجموع مقام و جایگاه علم و علم‌اندوزی یک جایگاه بسیار اساسی هست، یک جایگاهی است که هم در تمدن اسلامی و هم در کنار از او در همه تمدن‌ها در جامعه امروزی نقش بسیار سازنده، نقش بسیار اساسی و نقش بسیار برازنده خودش را دارد. آها، مشخصا در مورد ارزش تعلیم و تحصیل آقای مرتضوی دیدگاه شما چه هست؟ چقدر میتونه کمک کنه یک ملت را در بعد پیشرفت و ای که بتونه بیشتر توسعه پیدا کنه؟ ببینین، کشورهایی را که امروز پسا توسعه هستند، کشورهایی که مثل افغانستان یا سایر کشورهای جنگ زده سالها حتی دهها در حال جنگ بوده، در حال دربدری بوده و در حال ناامنی در بخشای مختلف زندگی خودشان بوده. عامل اساسی همه جنگ ها یا دربدری ها و مشکلاتی که در کشورهای جنگ زده مانند افغانستان بوده، یکی از عوامل یا یک دلیل از دلایل اساسی در کنار دیگر عوامل یا دلایل بحث جهل بوده، بحث نادانی بوده. به همون شکل وقتی که جنگ نقطه پایان گذاشته شده بهش
و یک روز جنگ بعد از دهها یا سالها خشونت ها جنگ هایی که استمرار داشته خاتمه پیدا کرده و صلح بدیل جنگ هست یقینا. وقتی که صلح آمده ببینین یکی از دلایل اساسی صلح هم دقیقا اون ضد جهل و نادانی به اون شکلی که عامل جنگ جهل بود، عامل صلح و ثبات، عامل پایداری در کشورهایی که امروز در حال پسا توسعه قرار گرفته، کشورهای درجه یک یا کشورهای درجه اول جهان امروز در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل فرهنگی است، مسئله علم است، این تکنولوژی هست، این دانش هست که امروز باورمندی را بر مردم ها ایجاد کرده که زندگی مدنی، زندگی شهروندی بهترین مجرایی هست که میتونه همکاری کنه در بخش های مختلف مردم ها، هم نوعان خودش در یک کشور، در بین یک ملت. ملیت ها را که برده است از فاز ملیت و یک ملت واحد یا ملت سازی کرده و ملت سازی یکی از مؤلفه هایش دولت سازی مدرن امروزی بوده است، برمیگرده به مسئله اون خرد جمعی. و خرد جمعی توانسته است که از اینمی علم و از جایگاه علم و از صنعت و از تکنولوژی که همه اینها گرفته شده از علم است به وجود آمده و توانسته است که امروز ملت ها تشکیل شود و این ملت ها دولت های مدرن را داشته باشد که نظاممندی و قانونمندی را در یک جامعه، اون دولت های مدرنی که نماینده های ملت ها هستند، در یک جامعه عملی میکنند. درست. از بود اسلامی با آقای مرتضوی چقدر روی آموختن علم، البته با حفظ ارزش های اسلامی تاکید شده؟ یقینا که شما به وقتی که برین به فرهنگ ها، خورده فرهنگ ها، فرهنگ هایی که سبقه یا منشأ دینی و شرعی داره و فرهنگ هایی که فرهنگ های یعنی غیر الهی هستند، فرهنگ ها یا تمدن هایی که اونا تمدن های بشری هستند و سبقه دینی ندارند، در بین تمام فرهنگ ها، تمدن ها، ادیان ها وقتی که میگردین، به اندازه ای که در فرهنگ یا تمدن اسلامی روی جایگاه و روی ارزش علم بحث شده، فوکس شده، تاکیدات شده است، در همه فرهنگ ها و ادیان، چی ادیان الهی بوده یا ادیان غیر الهی بوده، به اندازه ای که در دین اسلام در قضیه علم و جایگاه علم تاکیدات شده است و روی از این راهکارهای بیان شده است، چالش های جهل و نادانی برجسته شده، بیرون رفتی از راه ها، از چالش های جهل و نادانی هم در این تمدن مشخص شده است. در هیچ تمدن ما و شما شاهد نیستیم و نمیتوانیم که دریابیم. و سیره های تمام شخصیت های جامعه مسلمان ها بعد از پیامبر و در عصر خود پیامبر که استارد آگاهی، دانایی را پیامبر اکرم با اون وظایف الهی خودش که داره در جامعه آغاز کرده است و از اقرا به اسم ربک الذی خلق الانسان من علق تا آخری که هسته، ببینین که استارد آغاز یک رسالت سنگین برای پیامبر اکرم از آموختن، از سواد، از دانش ایجاد شده است. یکی از دلایل فلسفه های آمدن یا این وظیفه خطیر که بر دوش نازنین پیامبر گذاشته شد، شما ببینین اون اوزای خفقانی که مبتنی بر جهل بود، بر نادانی بود، تمام مسائل، اگر نتوان گفت تمام مسائل، اکثریتی از مسائل که در اون زمانی که پیامبر به پیامبری مبعوث میشه در بین ادیان مختلف، در بین خورده فرهنگ ها، فرهنگ های بزرگی که در سرزمین هم عربستان و هم در اقصا نقاط جهان که صورت می گرفت، از اساس جهل و نادانی بود. یکی از دلایل اساسی ای که پیامبر به رسالت می رسه، این بار سنگین به دوش خودش می گیره، یک وظیفه اساسی است بر ای است که اون بساط جهل و نادانی باید برچیده شود، به جای او یا به بدیل او بساط آگاهی، توانمندی، دانایی باید در جامعه ایجاد شود. و یکی از دلایلی که تمام فرهنگ ها
ببینید بسیاری از فرهنگ‌هایی که قدامت هزار ساله داشتن، هزاران سال قدامت داشتن، بلکه این فرهنگ ها هم بر فرهنگ اسلام چرا گرویدند؟ یک دلیل اساسی اون بحث آگاهی است، بحث علم است، جایگاه علم در شریعت اسلامی، در قرآن، در احادیث و در کنار قرآن و احادیث، در سیره از شخصیت های اسلامی، در سیره از خلفای اسلامی، در سیره متشرعین، در سیره کسایی که متابعت و پیروی از شخصیت های اسلامی و از خلفا از صحابه را می کردن، بحث علم و جایگاه علم زیاد تاکید شده. در قضایای علم و علم‌اندوزی سیره شخصیت ها را وقتی که مورد واکاوی یا بررسی یا تفحص قرار بده، همه زندگی عملی اونها، ایده ها و تئوری اونها هم در جایگاه علم تأکیدات زیاد داشته، فوکس های اساسی داشته. بر این مبناست که بسیاری تمدن ها هم آمدن به این تمدن گرویدن. و جایگاهی که در خصوص علم، فرهنگ یا تمدن ما بر او قائل هست، هیچ فرهنگ یا تمدن به این اندازه قائل نیست. و سریع آیه مبارکه قرآن هم از دید شریعت اگر این مسئله بحث بشه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، شما ببینید که در اینجا به صراحت آیه مبارکه قرآن هست که بیان میکنه کسانی که سواد دارن، کسانی که آگاه هستن، آیا با کسانی که سواد ندارن، با کسانی که آگاهی ندارن مساوی است؟ یعنی یقینا این یک بحث، یک سوال استفهامی است. آیا هستن کسان آگاه با کسانی که آگاه نیست مساوی؟ یقینا مساوی نیستن. ببینن جهل، نادانی منشه بسیاری از بدبختی ها هم در زمان فعلی هست، هم در اثرها قرون یا قرنهای قبلی. یکی از دلایل اساسی مسئله جهل و نادانی بود است. درست است آقای مرتضوی. حالا بیشتر شما هم میدانین که تکنولوژی پیشرفت کرده و بعض معلومات و بلند بردن علمی که حالا هست و نیاز هم هست، به نظر شما چقدر میتونه مهم پنداشته شود در کنار از اینکه ما باید در بعد اسلامی معلومات داشته باشیم یا هم بیشتر تحقیق کنیم و بدانیم؟ آیا به نظر شما علومی که امروز در جهان هست و در قرن 21 هست، آیا میتونه مهم پنداشته شود در کنار از این مسائل اسلامی و فرهنگی و ارزشی خود ما که هست؟ خوب ببینید، در کنار از این که ما اون اصولات یا ارزش‌های اسلامی رو به او باید که متعهد و مستحکم باشیم، نیاز شدید هست و این یکی از نیازهای مبرم ما هست که در مسائل امروزی هم باید ما با جامعه، ما باید با دیگر تمدن‌ها، ما با دیگر ملت‌ها هم آگاه با همگام باشیم و اون آگاهی‌های لازم خودش را داشته باشیم. ببینید، یک بحث بسیار مهمی که میتوانه پاسخ باشه به این سوال ای هست که اسلام با مقتضیات زمان همیشه هماهنگی لازم داره، همگامی لازم داره. حتی ببینید که تمدن ما تأکیدات کرده است که یک گام جلوتر، یک گام پیشتر از مقتضیات زمان باشیم. مقتضیات زمان اون چیز را که ایجاب میکنه، باید ما با او حد اقلش همگام باشیم. این یکی از تأکیدات اساسی است. شما ببینید که در کنار اون مسائلی که ما از شریعت، از معابر دین میایم استخراج میکنیم، خب کتاب هست، قرآن، سنت هست و اجماع یا اون سیره یا تأکیدات و تعییدات علما. در کنار از اون یک بحثی که وجود داره، اون قیاس یا اون عقل هست. ببینیم که عقل در مسائل شرعی چقدر جایگاه اساسی خودش را داره که در کنار مثلا سیره، در کنار اجماع، در کنار شریعت یعنی کتاب، در کنار سنت، ببینیم که جایگاه عقل در اینجا تبیین شده، تعریف شده، مشخص شده. بناهن وقتی که ما بیاییم مراجعه به اون پیامبر درونی خود ما که او عبارت از عقل هست بکنیم، عقل در اینجایی رو ایجاب میکنه که خب مسلمان ها هم نباید از هم نوعان خودش، از جامعه بشری
از کاروان تمدن، از کاروان پیشرفت، از کاروان تضاعیات زمان عقب باشد. این یک بحث بسیار مهم و اساسی است و فوکس اساسی اسلام هم خب در خصوص اقتضائیات زمان این هست که ما اون چی که زمان و اون چی که زمانه بر دیگران اقتضا میکنه که باید همگام شود، مسلح با علم شود، مسلح با تکنولوژی ها شود، مسلح با مسائل امروزی شود، خرد سیاسی، خرد جمعی، دولت مدرن، یک ملت واحد، یک ملت متعهد مبتنی بر منافع مردم ایجاد شود. اینها از مسائل امروزی ایجاد میشه. مسائل شما ببینید که دولت سازی، مسائل ملت سازی، پدیده هایی که امروز ایجاد شده است به یقین 50 60 سال قبل وجود نداشت. اینا یک پدیده های مثبت هستند که با اینها تاکیدات اسلامی است که با این پدیده های مثبت که به نفع جامعه انسانی است، به نفع جامعه بشری است، مسلمان ها هم نباید از این قاعده بیرون باشند. اما آقای مرتضوی، یک شماره به این باور هستند که گویا حالا مورد هایی که تازه کشف میشه یا به میان میآید، یک شمارشان در تضاد با ارزش های اسلامی هست. خب ببینیم که او دیدگاه فردی یا دیدگاه خصوصی، او یک عده کسایی هستند که او بر اساس منافع و بر اساس اغراض، بر اساس دلایل سیاسی، دلایل دیگه ای که وجود داره، اونا میان اسلام را به همون شکل وارونه تفسیر میکنه، وارونه جلوه میده. اما این بحث در نزد شخصیت ها، اندیشمندا، در نزد فضلا، در نزد محققینی که در این خطه از فرهنگ اسلامی تحقیق کردن، شما ببینید که هیچ جایگاه نداره و هیچ ارتباط با تمدن و فرهنگ اسلامی. این تفسیرهایی که بر اساس باورمندی های خودشان، بر اساس منافع خودشان انجام میتن، این تفسیرها جایگاه در خطه اسلامی، در فرهنگ اسلامی ندارن. نه تنها در این بحث که یک عده کسایی هستند که با پدیده هایی که امروز ایجاد میشه که اون پدیده ها به نفع جامعه انسانی هست، به نفع جامعه بشری هست، با اونها مخالفت میکنه، بلکه شما ببینید که در خصوص تفسیرهایی که اونا دارن از اسلام، اون تفسیرهای وارونه است که مطابقت که هیچی با اسلام نداره، مخالفت کامل یا تضاد کامل با خط اسلامی یا با مسیر یا با معبر اسلامی داره. ببینید معبر یا اون خطوط اساسی فرهنگ تمدنی اسلام اعتدالگرایی است. هیچ وقت دنبال افراطیت و تفریطیت نبوده. افراطیت هم در فرهنگ اصیل اسلامی مردود هست، تفریطیت هم در فرهنگ اصیل اسلامی مردود هست. اما ببینید، یک عده هستند که از اسلام اون تفسیر افراطی را کرده، یک عده هستند که از اسلام عملا عیناً اون تفسیر تفریطی را میکنند، اون جمود یا اون رکود را میارن برچسب بر اسلام میزنند، که در حقیقت این مسائل هیچ کدامش ارتباط به مسائل اسلامی نداره. خط اسلامی مشخص است، مسیر اسلام مشخص است که مسیر اعتدالگرایی است. بنابراین اون تفسیرهایی است که بر اساس یک سری از منافع سیاسی، منافع رسیدن به نان و نوا و مسائل سمتی و گروهی و حزبی و باقی ماندن در مسائل قدرت و استمرار دادن قدرت و این مسائل، بحثای اسلامی مطرح میشه. ایده های اونها مثلا بر اساس باورمندی های خودشان هستند و میان یک تفسیرهای را به خورد عده از مردم ها یا توده ها میتن که اونها اصلا ارتباط با مسائل اسلامی نداره، بلکه تضاد مطلق و 100% با مسائل اسلامی، با فرهنگ اسلامی، با معابر که اسلام مشخص کرده است میداشته باشه. درست. و در افغانستان هم ما گواه هستیم که در یک سال پسین بحث معارف دوچار افت و خیزهای بوده و بیشتر هم نگرانی ها را خلق کرده. به نظر شما حل این چالش ها و ادامه یافتن کاروان معارف چقدر میتونه مهم پنداشته شود؟ یقینا که ببینید، کشورهای پسا توسعه را من پیشتر اشاره کردم، کشورهایی که امروز رفاه دارن، امروز آسایش دارن، امروز پیشرفت دارن، امروز با یک سری از تکنولوژی های جدید
دسترسی پیدا کردن و سبب رفاه ملت ها شده، سبب رفاه مردم ها شده است. از اینمی ناحیه علم است، از ناحیه خرد است، از ناحیه علم‌اندوزی است، از ناحیه پختگی و بالندگی که مبتنی بر مسائل علم‌اندوزی است که امروز جامعه ها ملت ها به رفاه و آسایش رسیده. کشورها امروز در همه شؤونات یا در همه عرصه ها خودکفا شدن، از ناحیه علم است. جایگاه علم یقینا که در افغانستان هم میتونه که نقش بسیار سازنده را داشته باشه. ما میتونیم که بسیاری از چالش ها، مشکلات، چهارده بدبختی ها را که وقت عواملش را بسنجیم، عوامل سنجی کنیم، یک دلیل جهل بوده که همیشه استفاده های سو صورت گرفته، از جهل استفاده های سو، از نادانی صورت گرفته، با اون پختگی و بالندگی سیاسی ما نرسیدیم. این دلیلش برمیگرده با اون بستماندن اندیشی در فاز رکودی که ماها قرار داشتیم در چهار دهه. بناهن بحث علم در قضاره افغانستان یکی از گره های اساسی را که میتونه رفت کنه این مسائل علم و علم‌اندوزی است. چرا؟ به خاطر از این که ما اگر بخوایم که یک کشور در حال توسعه قرار بگیریم و در فاز بعدی پسا توسعه قرار بگیریم، باید از یک نقطه آغاز کنیم و اون نقطه آغاز چی است؟ بحث رفتن به سمت و سوی دانش است، رفتن به سوی علم است، رفتن به سوی علم‌اندوزی هست و این مجرا یعنی میسر نمیشه مگر از این که ما از مجرای مکاتب، از مجرای پهنتون‌ها، از مجرای مراکز آموزشی بتوانیم که این مسائل علم‌اندوزی و آگاهی خود ما را کسب کنیم. و نیاز هست که ما در عرصه‌ها یا در فضاهای اکادمی کارهای اساسی خود ما را انجام بدیم. تشویق‌های اساسی از مجاری اساسی که یک مجرایش حکومت مردانه، یک حکومت است، وظیفه اساسیش که باید مسائل سواد و آگاهی ملت خودش و مردم خودش فراهم کنه، یکی از مکلفیت های اساسیش است. بنابراین بر این اساس است که ما می توانیم که برای فاق برسیم، می توانیم آسایش برسیم. ممکن است که در یک کوتاه مدت ما نتانیم که اون خواسته های 40 ساله خود ما را، آرزوها و توقعهای 40 ساله خود ما را برش برسیم، اما یقینا می توانیم که در یک محدوده از زمان با این مسائلی که امروز دست و پنجه نرم میکنیم، با این قائله هایی که امروز ما گرفتار هستیم، اینا را نقطه پایان از مسیر آگاهی ما، از مسیر توانمندی ما میتونیم به این مشکلات غالب و فائق شویم. درست، یک مورد که در هفته های پسین در بس آموختن دانش به ویژه در آموزشگاه ها رخ داده بس امنیتی هست. به نظر شما در صورت که رهبری حکومت این مورد را جدی پیگیری کنه و این چالش را به نحو حل کنه، چقدر منجر به این میشه تا بیشتر دانش آموزان انگیزه پیدا کنند، امید و آرزو داشته باشند و حضور پیدا کنند در مرکزهای آموزشی؟ خب ببینید که همیشه حکومت ها مسئولیت داره که در تمام بخش ها باید که وظایف و کارهای خانگی خودشان انجام بده. در بخش تأمین امنیت و فراهم ساختن سواد و مسائل تحصیلات عالی هم وظیفه خودش به شکل درست یا به شکل احسن انجام بده. یقینا وقتی که مسئولیت حکومت مشخص است و حکومت در این بخش یا در این عرصه وظایف خودش انجام بده، تأمین امنیت کنه. در مرحله اول تأمین امنیت فیزیکی یک بحث مهمه و تأمین مرحله دومش یا تقریبا لازم ملزوم هست، یعنی مختلط است، که تأمین امنیت روانی سواد آموزان، متعلمین، اساتید، معلم ها، شاگردان شود. این میتوانه که یقینا یعنی خلق باورمندی و اعتماد سازی را برای این نسل و برای کسانی که دنبال و تشنه علم هستند و نیاز هسته که باید به این مسیر برن، باورمندی را بیشتر میسازه و میتوانه که در این عرصه باز اگر یک امنیت
نیاز هست تامین شود، میتونه یک فضای اعتماد سازی هم ایجاد شود. فرایند امنیت و امنیت سازی میتونه اعتماد سازی را هم برای مردم ایجاد کنه، و هم میتونه که اگر بعضی از فاصله هایی که در این بخش بین حکومت ملت باشه، این فاصله ها از بین بره، یک های از اعتمادی آهسته آهسته آب میشه. درست است، شما گپ و گفت های داشتین با مقام های امارت اسلامی، دیدگاه شما یا خواست شما از رهبری حکومت چه بوده و موضع امارت اسلامی چه بوده؟ خوب یقیناً که خواست همه مردم افغانستان، ما هم من حیث یک شهروند افغانستان زمین، من حیث یک شهروند افغانی، ای هست مانند همه شهروندان ملت قهرمان و ستمدیده افغانستان، از مسئولین، مخصوصا از مسئولین زیراب، از متولیان امور، ای هست که باید در همه مسیرها، خصوصا در این قضیه تامین امنیت، باید که از همه تلاش های همه جانبه خودش، از کوشش های همه جانبه خودشان استفاده کنند. و طرح ما این بود است که در سکتورهای امنیتی باید شخصیت های توانمند یا شایسته سالاری باید مد نظر گرفته شود، یعنی کادرهایی هستند، شخصیت هایی هستند که در ابعاد امنیتی توانمندی دارند، اونا یعنی یک فرد به خودشان هستند، یک شخصیت به خودشان هستند که در مسائل امنیتی اونا توانایی های خودشان را دارند، تجارب خودشان را دارند. بر این اساس خواست ما در این مدت از مقامات محترم حکومت، متولیان امور امنی بود است که باید در بخش خصوصا امنیتی و کشفی باید که وظیفه به اهلش سپرده شود، تا بتوانیم که جلو همچو حوادث ناگوار، نامطلوب، حوادث خطرناک، حوادث وحشتناک، باید که پیش از این که یک حادثه صورت میگیره باید به پایش مانند دیگر کشورها، و در این راستا میتونه که خصوصا بخش های کشفی یا بخش های استخباراتی نقش سازنده خودشان را ایفا کنند، و این میتونه که یک زمینه خوب باز در خصوص تعلیم، در خصوص تربیه ایجاد کنه. و در کنار از خواست همین قسمی که از همه شهروندان، از همه مردم افغانستان، از مقامات و محترم حکومت فعلی است که هرچی سریعتر، هیچ توجیه بسته ماندن در های مکاتب ندارند، از هیچ بودش وقتی که مورد بررسی قرار بدی. خواست ما هم امی هست و خواست ما هم در گذشته امی بوده، حالا هم همی است که باید درهای مکاتب باز شود، مسائل علم و علم‌اندوزی و آگاهی و بخش ها یا سکتور های تحصیلات باید که سر اینها کار شود، تشویق شود، و بتانه حکومت مردان در فضاهای اکادمی تشویق ها و ارتباطات کشورهای مختلف جامعه جهانی هم داشته باشه. راست است. بسیار زیاد تشکر مرتضوی صاحب از حضورتان در برنامه از طریق خط اسکایپ. همچنان بابت همراهی شما بیننده های عزیز سپاسگزار هستم. وقتتان خوش و خداوند نگهدارتان.